صحبا مطلبی از 14 سالگی تحصیلات موسیقی و نوازندگی ساز تار را در هنرستان موسیقی زیر نظر اساتیدش فریبرز عزیزی و حسین علیزاده شروع کرد و همزمان در فستیوال‌های متعددی شرکت و جایزه بهترین نوازنده تار را در 4 سال متوالی از 15 تا 18 سالگی از آن خود کرد. ولی خیلی سختی زیاد کشیدم، یعنی از نظر جا و مکان، از نظر ساز زدن، از نظر اینکه حتی پول نداشتیم یه سازی که دوست داشتیم دستمون باشه. حتی من سازمو نمیتونستم ببرم بیرون به خاطر اینکه سازو مردم میگرفتن میشکستن. یا حتی من یه خاطره دارم که خیابون انقلاب را میرفتم با سازم، با همون مغنه و مانتوی همیشگی که میپوشیدیم، و یک آدم متعصبی که ساز دست من دید با سیگار اومد و دست من رو سوزون توی ملای عام و خیابون. و این حالا یه نمونه است که توی بچه، ذهن بچه 14 ساله اومد. بقیده صحبا بین انسان‌ها مرزی وجود ندارد. بنابراین او موسیقی ایرانی و نوازندگی تار و سه‌تار را در دانشگاه‌های بین‌المللی و یا به صورت خصوصی به هنرآموزان ایرانی و غیر ایرانی خود در سراسر دنیا از طریق اینترنت آموزش می‌دهد. مزرباش هست، راست راست چپ راست راست. شنیده بودم که یک فردی خط ایرانی رو، خط نستعلیق ایرانی رو آنلاین درس میده و برام خیلی جالب بود. ولی گفتم چرا من این کار رو تو موسیقی شروع نکنم. بنیادش با تلفن زده شد و بعد با چیزهای دیگه مثل وایبر، بعد ایمو اومد، بعد اسکایپ، بعد هنگاوت اومد و اینا امکانات خیلی خوبی به ما داد که ما بتونیم مرزی رو بین خودمون در واقع نداشته باشیم. در سال 2015 صحبا مطلبی به عنوان 18 زن تاثیرگذار در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی شناخته و از او تقدیر شد. من در عرصه‌های مختلف تجربیات زندگیم هدف‌های مختلف داشتم. مثلا یه دوره هدفم این بود که مرد و زن وجود نداره، ما روح مطلق هستیم و ما همون کار رو میتونیم بکنیم روی ساز، روی موسیقی، روی احساسات و عواطف، بون آهنگسازی و خلاقیت که همه معطا می‌کنن. این زمان از من گذشت. بعد دوباره گفتم مرزی بین کشورها وجود نداره، ما میتونیم با نوازنده‌های مختلف یه نوع موسیقی رو بزنیم و این زبان مشترکه. یه دوره هم تو این هدف بودم، ولی اخیراً کنسرت هایی که میدم هیچ کدوم از اینا هدف ذهنی من نیست. الان من میخوام که این هنر رو، خلاقیت رو به بهترین نحو خودش از نظر هنری معرفی کنم که به کجا برسه، که روح انسانی رو از هر مرتبه و رتبه‌ای که هست بالاتر ببره. صحبا تاکنون 2 کتاب و 8 سی دی تألیف و ضبط کرده. پریسا فرهادی، ایران اینترنشنال، لس آنجلس.